سلام دوستان خب تو این جلسه میخوایم در خصوص دیتا آنالیز اکسل با هم صحبت بکنیم دیتا آنالیز اکسل یک افزونه توی اکسل هستش که وقتی اون رو اضافه بکنین توی دیتا آنالیز توی قسمت تب دیتا توی قسمت آنالیز دیتا آنالیز میادش و چطور میتونیم اون رو بیاریم من اینجا پایین مسیری که باید برین رو نوشتم و برین تو قسمت فایل آپشنز ادینز اونجا اون پایین یه دکمه گو رو میزنین و اونجا تیک های مربوط به دیتا آنالیز تول پک رو باید بزنید چک باکس کنیم و اوکی کنیم و بعد میاد توی اینجا ظاهر میشه خب فرض کنیم ما یه سری دیتا داریم دادای فروشمون رو داریم در واقع و میخوام یه گزارش سریع ازش بگیرم که به طور میانگین چقدر فروختم انحراف میارش چقدر هستش و داده هایی که اولیه واسه گزارش اولیه لازم دارم به جای اینکه بیام اینجا فرمول بنویسم و به هر کدوم از اونها رو جدا جدا و مثلا بخوام بنویسم و به دست بیارم خیلی سریعتر میتونم این کار رو با دیتا آنالیز انجام بدم و یه گزارش سریع بگیرم و کافی که این دیتا آنالیز رو بزنین بعد اینجا از این گزینه‌ای که وجود داره دسکریپتیو استاتستیکس رو انتخاب بکنین که مربوط به های توصیفی هستش میگه اینپوت range کدام هستن یعنی دادات کدام هستن ببین اگه من فقط بخوام واسه یه دونه توتال سل زمینه یعنی فروش کلم حساب بکنم کافی دادای مربوط به این ستون رو انتخاب بکنم اما فرض کنیم مثلا من چند تا ستون دارم کنار هم هستم واسه هر کدوم جدا جدا میخوام این آمارا رو داشته باشم و خب تعداد فرمولاشم خیلی زیاد هستش دیگه و برای این کار کافی حالا اگر میخواین لیبلاشم هم باشه که نشون بده کافی این دیتاتون رو سلکت بکنین و کنترل شیفت فاین رو بزنین که کل داده هایی که وجود داره سلکت بشه که در حال حاضر 8400 تا دیتا من دارم اینجا و اینجا داره بهتون میگه ازتون میپرسه که داده ها چجوری گروپ شدن یعنی ستون ستونن اینجا کالمز چک چک خورده اگه نه برعکس بودش مثلا این کوانتیتی بود و دیتا تو توی یه سطر وجود داشت بر روز رو انتخاب بکن ولی نه در حال حاضر واسه من ستون ستون هست و بهش این میگم که الان تو سطر اول من هم لیبل های من وجود داره اسم ها وجود داره سطر اول دیتا نیستش اگه سطر اولتون رو سلک کرده باشین و دیتا لیبل باشه اگه نه فقط داده باشه که لازم نیستین رو چک باکس کنیم بعد سه تا گزینه داری که میگه من کجا گزارش رو بت بدم اگه این اولی رو سلکت بکنین میتونین یه رنج رو تو همین شیت انتخاب بکنین که گزارش رو بده اگه دومی سلکت بکنین که یه دونه ورکشیت جدید باستون یه تب جدید ایجاد میکنه و گزارش رو اونجا میده و اگه نیو ورک بوک رو سلکت بکنین یه دونه اکسل جدید ایجاد میکنه و گزارش رو تو یک اکسل جدید بتون میده خب همین نیو ورکشیت خوبه حالا اینجا میگه چه گزارش هایی میخوای بد نشون بده اولی آمارهات رو بهت نشون میده آمار های جمعی یا خلاصه ای رو نشون میده مثل میانگین میانه مد و غیره دومین کانفیدنس لول هستش که برای در واقع ایجاد یک فاصله اطمینان برای میانگین جامعه استفاده میشه و یه سطح اطمینان به شما میده که با 95 درصد اون رو میسازه میتونید این رو تغییر بدیم مثلا به 90 درصد یا هر چیزی که میخواین ولی میاد از طریق این کانفیدنس لول میاد میگه که آقا میانگین جامعه چقدر بیشتر از میانگین نمونه ای و چقدر کمتر از میانگین نمونه ای هست کامین لارجست و کامین اسمالست هم میاد به شما میگه که مثلا اولین بزرگترین کدام هستش که ماکسیمومه مثلا من دومین بزرگترین رو هم میخوام ببینم و کاف uh, اسمالست میگه اولین کوچکترین کدوم هست که میشه از مینیمومش که چون مینیموم و ماکسیموم رو تو گزارش میده من دومی رو انتخاب میکنم که دومین کوچکترین رو به ما بده خب وقتی که اینا رو انتخاب کردین فقط کافیه گزینه اوکی رو بزنید یه دونه گزارش باسه شما ایجاد میکنه بزه هر ستون ببینه ستون کوانتیتی ستون پرایس و ستون توتال سلز من رو هر کدوم یه دونه ستون هر کدوم یه جدول واسه درست کرده و تو هر کدوم از این جدول ها دادای آماری یعنی اون اطلاعات آماری رو باسه من داده مثلا بیایم واسه فروش کل ببینیم میانگین فروش کل رو محاسبه کرده استاندارد خطا رو حساب کرده استاندارد خطا یعنی اینکه این میانگینی که اینجا هست چقدر از میانگین جامعه ممکنه اختلاف داشته باشه چقدر فاصله داشته باشه خطا چقدر میتونه داشته باشه میانه رو حساب کرده که وسط دادهاتون هست مد رو حساب کرده که فراوان ترین داده رو داره نشون میده یعنی این مقدار بیشترین رخداد رو داشته بیشترین تعداد تکرار رو این مقدار داشته انحراف میار و واریانس نمونه رو حساب کرده که میاری هست باسه نشون دادن پراکندگی کورتسیز یا کشیدگی رو محاسبه کرده که نشون میده که داده های شما چقدر پخشن یا چقدر مثلا جمع هستن هر چقدر کوچکتر باشه بهتر هستش و اسکیونس رو حساب کرده که 4 معایز شیش هستش که در واقع چولگی هست و نشون میده که تجمع داده های شما به سمت چپ یا راست اگر مثبت باشه داده اینجا تجمع دارن و دومش به سمت راست هستش و اگر منفی باشه برعکس دامنه رو حساب کرده که اختلاف بین ماکسیموم و مینیموم هستش ماکسیموم و مینیموم اینجا گذاشته مجموع تعداد و دومین بزرگترین و دومین کوچکترین رو حساب کرده واسه و در نهایت کانفیدنس لول یا سطح اطمینانش رو هم براتون قرار داده که داره به شما نشون میده که میانگین جامعه میتونه این مقدار میانگینی که حساب کرده به اضافه این یا این مقدار میانگین من های این باشه یعنی تو یک رنجی بین این مقدار من های این میانگین جامعه رو میگم و این مقدار به اضافه این کانفیدنس لول هستش میانگین جامعه تو یک چنین بازه قرار میگیره و وسطش هم که خود همین میانگین نمونه ای هست که حساب کرده اینجا برای شما خب این میشه آمارای توصیفی توی دیتا آنالیز تول یا افسونه دیتا آنالیز امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه تا جلسه بعد خدا نگهدار برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت دیاکو دات کام، کانال یوتیوب دیاکو تی دی و کانال تلگرام دیاکو تی دی مراجعه بکنید